مناجات سیوم در استدعای مدد در هنگام حیرت در آن ذات که کنه معرفتش نه مرتبه ایست که مشهود و محبوب و مدرک و معلوم گردد ولا یحیطون بهی علما جل عن الفکر ان یحیط بهی سبحانه لا اله الا هو عز من التمثیل و تنزه عن التصویر لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خب این مقدمه ای که جناب مصنف دوبلو باب مصنفی جناب کاشفی بیان کرد خود حاوی یک سری اطلاعات بسیار خوب و درجه اول هست در مورد کنه ربوبیت و در مورد مسئله حیرت. خب فرمود که در استدعای مدد یعنی در طلب دعا که کرد و راجع به دعا سخن گفت و فرمود که ما که دعا می کنیم آن دایی و آن مدعو خود ابتدا ما رو دعوت کرد و ما رو به سوی خود خواند و ما که بهره ای از دعا و وجود نداشتیم از دعای او در وجود آمدیم و دعای او رو دریافتیم. او ما را خواند، او ما رو به سوی خودش دعوت کرد و بعد به ما این عنایت رو فرمود که ما هم بتوانیم او را بخوانیم و او را دعا کنیم. او ما رو از عالم فانی و از عالم عدم دعوت ما کرد و اول دایی او بود، اولین دعا کننده خود خداوند بود که ما رو دعوت کرد و ما را خواند تا در عالم وجود درآییم و سپس این افاضه رو و این لطف رو و تفضل و عنایت رو بر ما فرمود که بتوانیم ما هم خود او را بخوانیم، وگرنه ما را چه زهره آن بود که خداوند رو بخوانیم و چه زهره هست بنده رو که بتواند شاه رو بخواند هر وقت که بخواهد و هر وقت که تمنا کند. این که فقیری، عبدی، بردهی بی‌مقدار بتواند هر وقت خواست به ملاقات حضرت پادشاه برسد و رو در رو با او مصافحه و معاینه داشته باشد، رو در رو او رو ببیند، با او رو در رو سخن بگوید و از او جواب ولی بشنود، بسیار استعداد دارد و بسیار غریب و دور از ذهن است. اما این خداوند بزرگ، این شاهنشاه کل و این سلطان ازل و ابد این عنایت رو به ما فرمود که بدون هیچ گونه شرایط خاصی و بدون هیچ گونه تمهیدات معینی بتوانیم او را بخوانیم، در هر حال او را بخوانیم، مخلصین له الدین او را بخوانیم و ذکر کنیم خدا را قیاماً و قعوداً، الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قرآن می‌فرماید که دعوت می‌کنن خدا رو در حالی که قیاماً هستن، یعنی ایستاده‌اند، خدا رو دعا می‌کنن و قعوداً. خداوند نخواست که ما آداب خاصی رو داشته باشیم و فقط وقتی که در قیام هستیم بتوانیم او را بخوانیم. اگر نشسته هم باشیم خداوند میپذیرد، برخلاف دیگران که وقتی عریضه ای داریم بایستی بایستیم و این عریضه رو تقدیم اربابان دنیا بکنیم، ولی ارباب ازل و ابد از ما هیچ نمیخواهد. میتوانیم هم قیاماً خدا رو ذکر کنیم و بخوانیم،
هم میتوانیم قعودن او رو بخوانیم، یعنی نشسته بخوانیم، و برتر از آن و علا جنوب هم و بر جنبه هایشان و بر پهلوهایشان، یعنی وقتی که انسان دراز کشیده است هم میتواند دعا کنند. کسی از من پرسید که آیا ما میتوانیم قرآن رو بخوانیم در حالی که حالا خیلی حواسمان جمع نیست؟ عرض کردم خب قرآن خواندن گفتن آدابی دارد، رو به قبله نشستن و دو زانو بودن و متوضی بودن و اینها، اما اگر باعث شود این صاف و راست و درست ایستادن باعث شود ما نتوانیم قرآن رو بخوانیم و با او مأنوس شدیم، قرآن خود اجازه داده است، چون قرآن ذکر دیگه، قرآن خود ذکر عظیم است. الذی یذکرون الله قیاما، هم میتوانیم ایستاده قرآن بخوانیم و قعودن نشسته بخوانیم و علی جنوبهم، حتی تکیه داده، حتی نزدیک به حالت خواب هم ما میتوانیم در دستمان بگیریم و این را بخوانیم، چون خود خداوند بر اساس این آیه خود اجازه داده. اما البته این اذنی که خداوند داده است برای کسانی است که برایشان اون حالات اصلی مقدور نیست و ممکن است خسته باشند، اما خستگی جواز این نیست که ما نتوانیم با خداوند راز بگوییم و ذکر او رو بر زبان دلمان جاری سازیم. خب در اونجا هم گفت که این ذکر رو داشته باشید، همیشه دعا کنید و خدا رو بخواهید. حال یکی از این دعاها که اینجا آمده است دعای مدد هست. مدد یعنی یاری، مشهور است. مدد خواستن یعنی یاری خواستن، استمداد یعنی طلب مدد و یاری کردن. خب این که طلب مدد و استمداد مدد و استدعای مدد بسیار امر مستحسنی است که ما بتوانیم وقتی که رنجه می شویم از زیادی طاعات و عبادات و ذکر و دعا، آن وقت از خداوند مدد طلب کنیم، دعای مدد و دعای یاری بکنیم خداوند رو، که خداوند ما رو یاری کند تا بتوانیم ضعف بدن خود رو به کناری نهیم و با او همواره سخن بگوییم، سخن عابدانه و زاهدانه و همراه با عبودیت. در استدعای مدد، منظور از استدعای مدد همین است که عرض کردم، در هنگام حیرت در آن ذات. خب مباحث همه بسیار عمیق است و ناچاریم که راجع به اینها سخن بگیم و تا زمانی که این جلسات ما ادامه داشته باشد به حول و حب الهی میبایست که ما یک دوره عرفان نظری رو در اینجا دوره کرده باشیم و سخنانی که اینجا گفته میشود امیدوار هستیم که خداوند عنایت فرماید و استدعای مدد از خداوند بکنیم که یک دور عرفان نظری رو، اگرچه خیلی هم مبوب و مدون نباشد، یک دور عرفان نظری رو در این جلسات ما انشاءالله برگزار کنیم. یکی از مواردی که هست وقتی که روی میدهد این مطالب ما اونها رو بیشتر توضیح میدهیم، بعضی مسائل رو که در حقیقت قوتیست برای آینده و در آینده دیگر اینها رو توضیح نخواهیم داد و ارجاع خواهیم داد به جلسات قبل که قبلا راجع به این سخن گفتیم. لذا دوستان عزیز یا به فایل‌های صوتی یا تصویری یا کتبی اون مراجعه بفرمایند که اینها رو بازیابی بفرمایند. یکی از مسائلی که خیلی مهم است و در عرفان در آن بسیار توجه شده است بحث حیرت است و در این ابیات عظیم و ابیات آسمانی این بحث حیرت رو مطرح می کنند. حیرت می دونید که وادی ششم از هفت وادی شهر عشق است، از هفت شهر عشق است که
جناب عطار گفت و وادی قبل از فنا وادی حیرت است. حیرت بسیار امر عجیبی است و حتی کسانی که خواستند حیرت رو تعریف کنند خود در حیرت درماندند و نتوانستند آنچنان که باید شاید رو تعریف کنند. اما به طور کلی حیرت و سرگشتگی و نامعلومی و بی‌علمی دانستند. سرگشتگی که انسان از یک امر بسیار بزرگ بر او واقع می شود. حیرت یکی از راه‌های اصلی است. اساساً شاید بتوان گفت برخلاف فلسفه که حیرت رو چندان بر نمی‌تابد، چندان نمی‌پذیرد، عرفان حیرت رو یکی از راه‌های شناخت می‌داند. یکی از راه‌های اساسی که انسان می‌تواند با آن به خداوند شناخت پیدا کند، حیرت است. حیرت چند نقش دارد. ممکن است حیرت در ذات الوهیت باشد، ممکن است در صفات الوهیت باشد یا در افعال الوهیت باشد. حیرتی که آغاز می شود ممکن است با جهل و علم رابطه داشته باشد. یعنی حیرت ابتدا حیرتی است که بر مبنای جهل هست. کسی نمی داند با چه کسی طرف است. خدا رو شنیده از اسمش رو و خود رو مؤمن می داند، اما هیچ از صفات و ذات حضرت باری تعالی درک نمی کند. هیچ چیزی متوجه نمی شود. وقتی متوجه نشد یک حیرت ابتدایی تمام وجود او رو در بر می گیرد. پس ما در حقیقت به نظر عرفا دو نوع حیرت داریم. حیرت قبل از علم و حیرت بعد از علم. حیرت قبل از علم مربوط است به آن چه که ما نسبت به ذات خداوند، نسبت به صفات خداوند میدانیم. چون نمیتوانیم ذات خدا رو دریافت بکنیم و درک بکنیم خدا چیست، خدا چگونه است، نه ماهیت خدا رو و هیچ چیزی از خدا رو نمیتوانیم درک کنیم. آیا خداوند حی است یعنی چه؟ چگونه حی است؟ خداوند خالق است چگونه خالق است؟ خداوند معید است چه چیز را اعاده می کند؟ خداوند معشوق است چگونه معشوقی است؟ همه آن صفات متعالی که برای خداوند در نظر گرفته ایم اینها رو ما در حیرتیم و نمی دانیم که اینها چیست. این حیرت اول است و البته ابعاد بسیار محدودتری دارد. یک حیرت دیگر بعد از آن است که شخص نسبت به آن علم پیدا کرد. در ذات خداوند تفکر و تأمل و اندیشه کرد و بعد از تأمل و تفکر فراوان، بعد از چندین سال تفکر و اندیشه در ذات الوهیت، آن وقت به حیرت رسید. این حیرت دوم البته بسیار ارزشمندتر و عظیمتر از حیرت اول است. حیرتی که مبنای آن علم است. حیرت قبلی مبنایش جهل بود، اما این حیرت مبنایش علم است. این یک تعبیر از حیرت است که انسان قبل از علم حیرت داشته باشد و بعد از علم حیرت داشته باشد. و حیرت بعد از علم البته بسیار مهم است و جزء مقامات اصلی عرفانی مد نظر است. یک بحث دیگری که جناب محی‌الدین ابن عربی آن عارف بزرگ مطرح می‌کنند در اینجا این است که حیرت از باب کثرت و وحدت است. حضرت محی‌الدین می‌فرماید که وقتی که انسانی کثرات رو می‌بیند، این عالم‌های کثیر رو می‌بیند و این همه اشیاء و این همه مطالبی که در جهان هست و مواردی که در جهان هست رو میبینم، بعد میگوید که خب خدا رحیم است و علیم است و سمیع است و بصیر است. اینها رو میگوید. خب میگوید اگر خدا هم سمیع است هم بصیر است چگونه یگانه است، چگونه یکیست در حالی که هم سمیع است و هم بصیر است و هم علیم است و هم خالق است و هم رازق است و
هم حی است و هم صفات دیگر. چگونه میتواند یک شخصی، یک وجودی در این حال که واحد است کثیر هم باشد، در این حال که یگانه است در این حال هزاران صفت دیگر و صفت متکثر هم داشته باشد؟ ابن عربی فرماید که در اینجا این شخص دچار حیرت میشود، اما حیرت او وابسته به چیست؟ وابسته به کثرت است. حیرتی که از کثرت، کثرت صفات و کثرت افعال ناشی میشود. بعد میفرماید که این حیرت همچنان ادامه دارد تا اینکه این شخص به وحدت برسد، به مقام واحدیت و مقام احدیت برسد. آنگاه که مقام واحدیت و احدیت رسید، در اینجا باز هم دوباره به حیرت برگشت می‌کند. باز هم دوباره به حیرت برمی‌گردد. یعنی چه؟ یعنی این که قبلا حیرت او از کثرت بود، از کثرت ظهورات حق متعال بود، اکنون حیرت او از وحدت ظهور است. که مگر می شود، مگر ممکن است که از یک وجود واحد این چنین مطالبی صادر شود و این مصدر عظیم موجب بشود که این همه وجود در امکان و وجود به دست بیاید؟ در اینجاست که باز اینجا همچنان که در اولی حیرت جهل بود و بعداً بعد از ارتقا به حیرت علم رسید، در اینجا هم حیرت کثرت است، نهایتاً به حیرت وحدت خواهد رسید. جناب جنید یک بحث خیلی زیبایی دارد، میگوید که اواخر سلوک باز میگردد یرجو الی اوائل سلوک، یعنی آخرهایی که انسان سالک است در نهایت درجه، وقتی اندکی مانده است این رتبه ها و درجات عرفانی رو که طی میکنند، اندکی مانده است به پناه الله و بقا به الله برسد، دوباره برمیگرده، رجوعی دارد به قسمت اولی. یعنی منظورش این هست که سالک عارف در ابتدای راه که راه خدا رو میخواهد که پیماید، وقتی در وجود حضرت الوهیت متحیر میشود و حیران میشود و حیرت او رو گرفتار میکنند، وقتی که رفت و تمامی عوالم رو گردید و بعد از 40-50 سال دوباره برمیگردد به همان حیرت نخستین، دوباره همان شخص متحیر است، شخصی است که از دیدن جمال حضرت منظور باز هم متحیر است، باز هم خود از خود نمیشناسد، باز نمیداند که آن چه بود و چه است. این همه سیر و سلوک کرده است، این همه راه را رفته است، اما باز هم دوباره به همان حیرت برمیگردد. این هم حیرتی است که حیرت اوائل بنامیم و نهایتاً اینکه به حیرت اواخر برسد. این اوائل و اواخر هم چنین است. حال این بحث خیلی مصطفاست، خیلی وسیع هست و من فقط 3 نمونه از این انواع حیرت رو خدمتتون عرض کردم و البته موارد بسیار متعدد دیگری وجود دارد که اینها اهم آنها بود. خب یک بار هم حیرت در ذات هست، یک بار هم حیرت در صفات هست، هر دو باز هم انسان رو متعیر می کنند. حیرت در ذات یعنی چه؟ یعنی وقت در ذات الهی، در ذات خداوند تفکر می کنند. برخی گفتن که حیرت در ذات موجب شرک است. آنچه که ممدوح است حیرت در صفات است. حیرت در ذات اگر باشد شرک بدید خواهد آمد، یعنی او متحیر شود، در اواسط راه بماند که آیا او ذاتش یگانه است یا یگانه نیست، آیا او ذاتی دارد یا ندارد. اگر گفت ذاتش ذاتی ندارد، وجود ندارد، آن وقت کافر شده است، و وقتی که گفت ذات او همانند و شریک دارد، آن وقت مشرک شده است. بنابراین عده‌ای از عرفا گفتند که حیرت در ذات ممکن نیست. حیرت اگر در ذات باشد مطمئناً آن به کفر و شرک روی خواهد کرد و این رو ممنوع می‌دانند. آن حیرتی رو عرفا و سالکان ممدوح و پسندیده می‌دانند که آن حیرت مربوط به صفات و افعال باشد.
این هم یک نکته مهم بود که حیرت ذاتیه و حیرت صفاتی و حیرت افعالیه. خب فرمود در استدعای مدد در هنگام حیرت در آن ذات. خب هر کسی به ذات الهی تفکر و تأمل کند حیران می شود. این یک اصل است، چرا که ذات او بی منتهاست و عقل انسان منتها دارد. عقل انسان هرگز قادر نخواهد بود همه آنچه را که هست درک کند. انسان خود محدود است و عقل او نیز بسیار محدود است. چگونه می توان با یک محدود، یک نامحدود رو در حصار تفکر و اندیشه درآورد؟ چگونه می تواند کسی که نامحدود می اندیشد، محدود می اندیشد، کسی که محدود می اندیشد چگونه می تواند یک نامحدود رو در اندیشگی خود داخل کند؟ چون چیزی ممکن نیست. بنابراین هیچ وقت هیچ کسی نخواهد توانست با تأملی که می کند وجود خداوند رو ادراک بکند. هرگز ذات خداوند و حتی صفات او و حتی افعال او و حکمت افعال او رو هم هرگز نخواهد توانست درک کند، چرا که این نامحدود است، او نامحدود است و این محدود است. و بنابراین شناختی که یک نامحدود نسبت به محدود دارد شناخت کامل است، شناخت کافی است، و شناختی که یک محدود از نامحدود دارد البته شناختی است ناقص و البته ابتر خواهد بود. در استدعای مدد در هنگام حیرت در آن ذات که کنه معرفتش نه مرتبه ایست که مشهود و مفهوم و مدرک و معلوم دارد. چرا؟ حتی معرفت او قابل معرفت نیست. ذات خداوند که اصلا قابل حصول نیست. معرفت ذات خداوند و شناخت ذات خداوند و عرفان ذات خداوند که محال است، ممکن نیست. آیا عرفان ذات ممکن است؟ آیا معرفت ذات ممکن است؟ اینکه معرفت ذات ممکن نیست در آن شکی نیست. آیا معرفت ذات هم ممکن است؟ میگوید نه، حتی معرفت ذات هم ممکن نیست. بنابراین کسانی که معرفت پیدا کردن، اولیای الهی و بزرگان، وقتی که ما به اینها نگاه میکنیم و میبینیم که آیا اینها چگونه به خداوند معرفت پیدا کردن، عرفانشان به خداوند چگونه است، خود ما باز در تحیل و در حیرت ایمانیم. یعنی به این هم میگیم حیرت معرفت معرفت، حیرتی که در معرفت بود و حیرتی که در معرفت معرفت است، در شناخت شناخت است. میفرماید که مرتبه ای نیست که نه مرتبه ایست، یعنی مرتبه ای نیست. خب این لفظ مربوط به خودما هست که مشهود و مفهوم. مشهود یعنی مورد شهود واقع شدن. خب بگوییم آیا عقل میتواند ذات خدا رو درک کنم؟ که البته نمیتواند. آیا عقل میتواند معرفت نسبت به معرفت ذات الهی پیدا کند؟ بگوییم نه. آیا شهود میتواند؟ شهود همان شرایط خاص است که انسان با ریاضت میتواند به شهود حقایق دست پیدا کند، همان روش معرفتی عرفانی که شهود است و مکاشفه است، مشاهده است. آیا این میتواند شاهد باشد؟ آیا این میتواند شهود کند؟ میگوید حتی مشهود هم واقع نمیشود. جالبه، میدونید که وقتی ما یک شاهد داشته باشیم بخواهیم او مشهود باشد، یک کسی شاهد باشد بتواند شهود کند، آن مشهود باید چگونه باشد؟ آن مشهود میبایست که محدود به دایره شاهد باشد. وقتی من چیزی رو مشاهده میکنم، آنچه را که مشاهده میکنم اما مشهود من، بایستی در دایره مشاهده من محصول شود و این در مورد ذات خداوند ممکن نیست. پس خداوند مشهود هم باقی نمی شود. چرا؟
چون آن کسی که میخواهد شاهد باشد او نمیتواند خدا رو مشهود بداند و خداوند چون ذاتش لایتناهی هست و شهود ما تناهی دارد متناهی است، بنابراین شهود متناهی نمیتواند ذات لایتناهی رو شهود کند، بنابراین امکان شهود حقیقی وجود ندارد، همچنان که ما مشهود رو هم نمیتوانیم درک کنیم. مفهوم چه؟ مفهوم هم چنان است، فهم کسی ما چیز رو میفهمیم و آنچه که میفهمیم مفهوم آن است. ما جمله ای را میخوانیم و مفهوم اون رو درک میکنیم، یعنی ما به آن جمله، آن فاهم، آن فهیم، آن کسی که مفهوم رو درک می کند نسبت به آن مفهوم احاطه پیدا می کند، او رو در ید قدرت فهم خود قرار می دهد. اما وقتی که مفهوم خداوند باشد، چون لایتناهی است، چون نامحدود است، بنابراین فهم هم فهم ما که محدود است، بنابراین نخواهیم توانست او رو درک. پس خداوند نه مشهود واقع می شود، نه مورد شهود واقع می شود، نه مورد فهم و مفاهمه قرار می گیرد. و مدرک باز همچنینه، مدرک ما چیزی را درک می کنیم و چیزی مدرک است، یک مدرک است، یک مدرک، مدرک چیزی را درک می کند. شما سخنی را می فرمایید و من با درک خود او را مدرک آن می شود و آن مفهوم مدرک است، آن چیزی که درک شده است، اسم مفعول و اسم فاعل. می‌فرماید که خداوند مدرک هم نیست. چرا؟ چون درک ما محدود است و مدرک نامحدود است. طبیعتاً مدرک واقع نمی‌شود. ما نمی‌توانیم، چون احاطه ادراکی نداریم، از این جهت ما نمی‌توانیم او رو درک کنیم. و معلوم هم چنین است. عالم حتی اگر علیم هم باشد، این عالم میخواهد به چیزی علم پیدا کند، آن معلوم باید در حیطه علم او در آید. خداوندی که بی حیطه هست، خداوندی که بی حد و حصره است و حدودی ندارد و هیچ حد باستی ندارد و هیچ حد یقفی ندارد، هیچ جایی نیست که خدا نباشد و او لایتناهیست، چگونه این خداوند لایتناهی میتواند معلوم علم ناقص ما واقع شد؟ فرمود که معرفتش نه مرتبه ایست که، یعنی در مرتبه ای نیست که مشهود واقع شد. مفهوم، مدرک و معلوم، هر چهار لفظی که ایشان به کار برد، اینها بسیار اهمیت دارد. ولا یحیطون به علما، بعد برای سخن خودش یک آیه از قرآن آورد که این آیه قرآن این رو ثابت می کند. ولا یحیطون به علما، قرآن خود فرمود که و احاطه پیدا نمی کنند به سوی خداوند از جهت علم. علم اینجا تمییز است، یعنی اینکه اینها هیچ احاطه ای پیدا نمی کنند از جهت علم. خب از این جهت بعضی از عرفا لا یحیطون به علما رو نشانه همان حیرت گرفتن و گفتن این آیه قرآنی، این پاره از کلام الهی در حقیقت نشان دهنده مقام حیرت است. ولا یحیطون به علما، ما یک محاط داریم، یک محیط داریم. محیط کسی است که احاطه می کند و محاط آن چیزی است که مورد احاطه واقع می شود. در اینجا چون خداوند لایتناهی است، بنابراین احاطه وجود نخواهد داشت و خداوند هرگز محاط واقع نخواهد شد. بنابراین خداوند شاهد است و مشهود نخواهد بود، فاهم است و مفهوم واقع نخواهد شد، مدرک است و مدرک نخواهد بود و عالم است و علیم است و معلوم نخواهد بود. چرا که فرمود در آیه یحیطون به علما، جل عن الفکر، یعنی عظیم است، بزرگ است، برتر است، فراتر است از فکر، تفکری که انسان دارد. ایحیط به سبحانه، این که احاطه کند
احاطه داشته باشد به خداوندی که سبحانه و منزه است از چه چیزی؟ منزه است از همه چیز از جمله احاطه. خداوند منزه است از هر چیز از جمله از احاطه. حضرتش تنزیه دارد، لا اله الا هو. خب دلیل دیگری است که لا اله الا هو، هیچ معبودی، هیچ الهی الا هو، الا او نیست. بنابراین وقتی هیچ الهی جز او نیست، فقط اوست که همه این برتری ها رو دارد و آن نقصان ها را ندارد. از زمن التمثیل، بسیار عزیز است و عظیم‌تر از آن است که تمثیل زده شود، مثال زده شود به خداوند. و تنزه عن التصویر، و از صورت پذیری پاک و منزه است. تصویر یعنی صورت ساختن، مصور ساختن. لیس کمثله شیء، خود فرمود که لیس کمثله شیء، نیست. آیه قرآن است که فرمود نیست مانند او چیزی، مانند خداوند هیچ چیزی نیست، هیچ چیز شبیه به خداوند نیست، هیچ چیز مشابه او نیست، حتی قرین او نیز نیست، حتی نزدیک به بود او هم نیست، بلکه بسیار فاصله دارد. و هو السمیع البصیر، و اوست بسیار شنوا و اوست بسیار بینا. سمیع البصیر هم اینجوریه، یعنی خداوند میشنود و ما نمیشنویم، خداوند میبیند و ما او را نمیبینیم. خب این بحث ابتدایی بود که راجع به این اشعار فرمود. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. به هر حال ماهیت این بحث ها ماهیت فلسفی و عرفان نظری است. از این جهت اگر گاهی ما مجبوریم که همه از اصطلاحات فلسفی استفاده بکنیم و از اصطلاحات خاص عرفانی استفاده بکنیم، دیگر چاره ای نیست و برای فهم این مطالب حتما ضرورت داره. یا خفیاً، یا خفیاً قد ملأت الخافقین، قد علوت فوق نور المشرقین. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. رحم فرما بر قصور فهم ها، ای برای عقل ها و وهم ها. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهاند از هوا و خاک تن. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه جهلم مرا ده صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی. دیده ای بخشای تا بینا شویم، دانش آموزیم تا دانا شویم. کی شناسم مر تو را الا به تو، کی شناسد وصف هو را غیر هو. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت. گاه خورشیدی گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خویش، ای تو بیش از وهم ها و از بیش بیش. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. خب همین مطالبی که در بالا فرمود اینها رو توضیح میدهد. میفرماید که یا خفیاً،
ای خفی. خفی یعنی اینکه هم مخفی است. البته میدانی که حالت فاعلی دارد دیگه. خفی در حقیقت صفت فاعلی است و خفی کسی است که هم خود مخفی است و هم دیگران را مخفی میکند. خداوند خود مخفی است و ذات خود را از دیگران مخفی میکند. همچنان معشوقی زیباروی که خود را از دیدگان دیگر مخفی میکند. نمیخواهد هر دیده آلوده ای نظر بر چهره عظیم او داشته باشد. یا خفیان، ای کسی که خود مخفی هستی و خود در خفا رفته ای، خود رو مخفی کردی. وگرنه چه کسی ممکن بود که بتواند خداوند رو مخفی کند؟ ما میتوانیم بعضی چیزها رو مخفی کنیم، به آن چیزی که احاطه داریم میتوانیم اون رو مخفی کنیم، اما خداوند رو ما نمیتوانیم مخفی کنیم. و اینجاست که گفت یا خفیگن، ای مخفی که خود رو مخفی کرده ای. و یعنی هیچ چیز در جهان ممکن است بتواند تو رو مخفی کند و از دیدگان دور کند. ملاحظه سبزواری در اون شعر بسیار زیبایش میگوید که یا من هو اختفا به فلت نوره، یا من هو اختفا به فرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. میگوید که ای کسی که، ای خدایی که اختفا به فرط نوره، از فرط نورش مختفی شد. از بس نورش زیاد بود که هیچ چشمی طاقت و تحمل آن نورانیت رو نیاورد و چشمش را بست. ما به خورشید مستقیم نگاه نمی کنیم، یعنی وقتی او رو می بینیم مخفی است. اما مخفی بودن او نه از جهت نقصان اوست، از جهت نقصان ماست. نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. مولانا فرماید که خفاشک، خفاش کوچک دشمن آفتاب نیست. مثالی می زند از خفاشی که درون غار است و میگوید که من با آفتاب قهر هستم، من آفتاب را نمیبینم. برتر از آن میگوید که آفتاب نیست. این خفاشی که در درون یک غار تنگ است میگوید آفتاب وجود ندارد. خب میگوید نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. او که حجاب دارد و چشم بینا ندارد و چشمش در روز نمیتواند مشاهده کند، از آن جهت آن عدم بصیرت او حجابی است در برابر دیدن آفتاب. اینجا ایراد از کدام است؟ نقص به کدامین سو نظر دارد؟ نقص به سوی خفاش نظر دارد که او نمیتواند ببیند، وگرنه آفتاب بسیار فاش است و آشکار است. آفتاب آنقدر آشکار است که هر چیزی رو به آشکاری به آن مثال می‌زنم، می‌گویم از هر اون شمس است. اما وقتی که خفاشی نمی‌خواهد ببیند چاره‌ای وجود ندارد. در مورد خداوند همچنین است. کسانی که کافرند و می‌گویند خدایی وجود ندارد، آنها مانند همان خفاشانی هستند که دیده ندارند، دیده یاربین، دیده خورشیدبین و خورشیدشناس ندارند. بنابراین حتما خواهند گفت که وجود ندارد. یا خفیگن، ای مخفی که خود رو در خفا برده ای. قد ملع تل خافقی، تحقیقا ملع یعنی پر کردم، پر کرده ای خافقه این رو. خافق چیز لرزان و مضطرب و مضطرب و سست رو میگن، بهش میگن خافق. و البته قدما خافقین رو مشرق و مغرب هم گفتن، لبه جهان رو هم خافق گفتن قدما. چون قدما میدانید که زمین رو بر اساس هیئت بطلمیوسی صاف میپنداشتن و وقتی که در زمین بودن و صاف بود، قسمت هایی از افق رو که میرفتن و میدیدن اونها رو مضطرب و در حقیقت در حرکات خاص مشاهده میکردن. از این جهت شرق و غرب رو به خافقین مثال زدم، یعنی
خافق به معنای مضطرب و متزلزل، چیزی که در جای خود استقرار ندارد. اینها هم چون در افق‌ها می‌دیدن و دیدن استقرار ندارد، از این جهت او رو خافقه می‌گفتن. و می‌دانید که مثلا اینها در کنار دریا که می‌رفتن، اون گردی خاصی که کره زمین دارد او رو در کنار دریا به شکل خاصی می‌دیدن، او رو هم به خطای دید تعبیر می‌کردن. می‌گفتن این خطای دید ماست که ما احساس میکنیم که زمین کروی است، وگرنه زمین نباید کروی باشد. و در جاهلی هم چنین تصوری داشتن. بنابراین خافقین یعنی اون لبه های حیات، لبه های زمین، مرزهای زمین که نمیدانستن بعد از آن چیست. هرچند میرفتند نهایتا به جایی نمیرسیدند و تصور میکردن که این زمین بی نهایت است و نهایتش همان جاییست که فقط با چشم دیده می شود. و همچنان که ما به این کیهان و کهکشان که نگاه می کنیم، اونها رو بی نهایت تصور می کنیم و فکر می کنیم که اینها نهایت خاصی ندارن. می فرماید قد ملعت هم خافقین، حتی اون قسمت های لبه های حیات، لبه های زندگی، لبه های زمین که به آسمان متصل می شود، حتی اونها رو هم پر است خود کرده ای و پر شده ای از همه خافقه ای. قد علوت فوق نور مشرقه ای، تحقیقا علوت علو پیدا کردی، بالاتر رفته ای، بالای نور مشرقه ای، از نور مشرقه ای هم بالاتر رفته ای و از دو مشرق هم بالاتر رفته ای. حال جالب است، حتما شما می دانید در قرآن هست که رب المغربین و رب المشرقین طبعه اگه آلای رب کمان تو کذبان، قرآن گفت که پروردگار دو مغرب و دو مشرق، و یا گفت رب المشارق و المغارب، در جای دیگه فرمود که رب مشرقها و مغربها. گویا این رو مفسران تعبیر کردن به پیشگویی علمی قرآن، یعنی که خدما که یک مشرق و یک مغرب بیشتر نمیدانستن، یک مغرب می‌دانستن یک مشرق. وقتی که زمین مسطح باشد یک مغرب خواهد داشت، یک مشرق، بیش از این نخواهد بود. ولی می‌گویند قرآن پیشگویی علمی کرده است. وقتی می‌گوید رب المشرقین، یعنی دو تا مشرق، خب دو مشرق یعنی نداره، این نشان از این است که زمین رو به ماهیت گرد بودن زمین و کروی بودن زمین قرآن توجه داشته است. بیشتر از آن رب المشارق و المغارب، خدای مشرق‌ها و مغرب‌ها، که اون نصف النهارهایی که دست می کنیم مشارق بی نهایت هست دیگه، یعنی در هر نصف النهاری که هست، در هر لحظه که می رویم، در طول و عرض جغرافیای خاصی که هست، این مشرق ها و مغرب ها در آنجا پدید می آید و به وجود می آید. حتی این حرکت این مشارق و مغارب رو دلیل گرفتن بر حرکت انتقالی و حرکت وضعی زمین، که زمین وقتی به دور خود می چرخد هر لحظه مشارق و مغارب پدید می آورد، هر لحظه یک مشرق می رود مشرق دیگر می آید. و چون با توجه به اون خطوط فرضی که رسم کرده اند، هر لحظه این مشرق و مغرب عوض می شود. به خاطر همین گفت که رب بود مشارق و مغارب، ربی که مشارق و مغارب رو یک به یک ربوبیت می کند و پدیدار می سند. خب فرمود یا خفی گرم قد ملعت الخافقین، ملعت هم در نسخه من روی یا نوشته همزه رو، اگر در نسخه شما هم چنین است بایستی این رو بر روی الف می نوشت و ملعت غلطه اینجوری، اینو ملعت باید بخونیم که اینجا معنی ندارد، با الف باید بنویسند. یا خفی گرم قد ملعت الخافقین، قد علوت فوق نور المشرقین، ای برون از وهم و قال و قیل من، ای خدا تو از وهم من و از قاله من، قاله یعنی گفت، قیله یعنی گفته شد، قاله سخن مستحکم رو میگن در نظر علما، قیله رو سخن شاذ و نادر رو میگن. هر جا در کتابهای فقهی و در کتابهای فلسفی عربی قاله دیدید، قاله به معنای این است که این یعنی حتمی است، نظر خود نویسنده است و خود نویسنده به آن اعتقاد دارد، میگوید مثلا قال فلان، معلوم است که این به آن اعتقاد دارد. ولی اگر با کلمه قیله است گفته شد،
گفته می شود مجهول بود، قوله بود که واقع یا تبدیل شد و شد قیله. بعد از انتقال کسره واو به قاف، واو هم تبدیل به یا شد، شد قیله. اینجا که قیله بود یعنی به قول شاذ و نادر و قولی که چندان اهمیتی ندارد با لفظ قیله استفاده می کنند. وهم چیست؟ وهم هم توهم است. اگر شما یک خطی رو بکشید، این تعبیر ناقص حقیر هست، اگر شما خطی رو بکشید از بین صفر تا صد اون رو علامت گذاری بکنید، صفر جهل باشد و صد، صفر جهل کامل باشد و صد علم کامل باشد، وسطش نقطه 50 شک خواهد بود. شک که بین جهل و علم است، یعنی 50-50 است. بین صفر و 50 هرچه وجود دارد، ممکن است 1 باشد، 10 باشد، یا 49 باشد، 49 ممیز 99 باشد. بین جهل و شک وهم گفته می شود. وهم یعنی در حقیقت هیچ بهره ای از علم ندارد. و بین 50 و 100 یا بین شک و علم کامل ظن وجود دارد و ممکن است که درجه ظنی 51 باشد، یعنی درجه علمش کمتره، درجه جهلش بیشتره، ممکن 75 باشد مساویس تقریبا، و ممکن است 90 باشد که درجه علمش بیشتره. بنابراین یک کمیت در حد برداری است، یک کمیت کیفی است و سیار است. که پس اگر بین صفر و صد ما خطی داشته باشیم، صفر رو جهل حساب کنیم و صد رو علم حساب کنیم، علم کامل، 50 خواهد شد شک. آنچه بین صفر و 50 هست می شود وهم، و آنچه بین 50 و صد هست می شود ظن. و البته قرآن وهم رو که به هیچ نمی شمارد، جهل رو که اصلا نمی پذیرد. خب قرآن، خداوند، اسلام، دین اسلام جهل رو نمی شمارد، به حساب نمی آورد، جهل رو هیچ از علم برای او قائل نیست و هیچ از علم نمی شماید برای. بعد وهم رو هم که هیچ می پندارد، وهم هم که توهم است و هیچ فایده ای ندارد. شک هم که امر درستی نیست، انسان بایستی بره و علمش رو بیشتر بکنه تا به سمت علم برود. ظن هم باز مورد قبول قرآن نیست، آنچه قرآن قبول کنه فقط علم است و ارزش برایش قائل است، فقط این است. ادن الظن لا یغنی من الحق شیئا. قرآن فرمود که همانا ظن چیزی رو غنی نمی کند از علم. ظن و گمان هیچ بهره ای از علم به ما نمی دهد. خب میگوید ای برون از وهم و قال و قیل من، تو از هم از وهم من بیرون هستی. ما که خدا رو در نظر می گیریم توهم می کنیم، خدا رو مثل نعوذ بالله گاز نئون در نظر میگیریم که همه جا هست مثلا، خدا رو مثل ابر در نظر میگیریم که مثلا بر بالای سر ما، مانند اکسیژن و فضا در نظر میگیریم، خدا از همه اینها برتر و اعلا و اجل است. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر سر من که من این تمثیل ها رو میدونم، این تمثیل هایی که نابه هنگام است و نابه هنجار است. من تو رو مثال میزنم، تمثیل میکنم، راجب تمثیل یک روزی سخن میگویم که بحث بسیار مهم نیست، اینجا الان فرصت نیست. تمثیل از جز استدلالات محسوب میشود و در منطق راجب آن بحثای مفصلی هست که یک روز انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت فرمود این رو تمثیل و استدلال رو عرض می کنم. رحم فرما بر قصور فهم ها، ای خدا بر قصور فهم ها شما رحم کن. رحم فرما بر قصور فهم ها، فهم های ما قاصر است. ای برای عقل ها و وهم ها، تو برتر از همه عقل ها هستی و برتر از همه وهم ها هستی. از این جهت است که عقل ما هرگز به تو راه پیدا نخواهد کرد، نه تنها عقل ما
علم ما بلکه حتی وهم ما هم به تو راه پیدا نخواهد کرد. و اینجاست که حیرت باید باشد، چون عقل ما و وهم ما به آنجا نمیرسد، بایستی چاره‌ای نداریم جز حیرت، جز اینکه با ابزار حیرت به شناخت ذات الوهیت بپردازیم. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای عالیه. مولانا همون نظر قرآن رو میفرماید، میفرماید که و در روایت هم هست که العلم نور و یقظت و هد داخلی قلب من یشتا. علم نوریست که خداوند در قلب هر کسی و در وجود هر کسی بخواهد می نهد. خداوند قرار می دهد این علم رو، وگرنه ما که علم نداشتیم، ما وجود نداشتیم، علم ما کجا بود؟ نبودیم، او ما رو به وجود آورد و از ما خواست که و ما اجازه داشتیم رو دعا کنیم. اما وقتی که ما خود وجود نداشتیم چگونه علم داشته باشیم دارد؟ اما می فرماید در برابر دریاهای عظیم دانش تو یک قطره دانش به ما بخشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، قبلا به ما بخشیدی، متصل گردان به دریاهای خیش. این قطره دانش اگر متصل به دریاهای بینش و علم و معرفت الوهی شود، آمد کارساز است. اما وقتی این متصل نشد به دردی نخواهد خورد. جناب علامه جعفری بسیار این بیت رو دوست می داشتند و غالبا این رو می فرمودند که قطره این قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. خب وقتی که دریا این قطره دانش عالمان به دریاهای الوهیت متصل شد، آن وقت معلوم است که چه پیش خواهد آمد. قطره علم است اندر جان، در جانان قطره علم است. اون قطره علم همان روح دیگه، اون روحی که خداوند از روح خود، از روح الارواح در من دمیده است، آن روح مایه علم و فهم و عقل و درک و شعور. قطره علم است اندر جان من، در درون من یک قطره علم است. حالا این رو مولانا میگوید. مولانا که دانشمند مطلق زمان خود بود، اندیشمند مطلق زمان خود است، در همه علوم زمان خود بدامنازه است و چنان قدرتمند است در علوم زمان خود که همه او رو دانشمند خطاب میکنند و پدر او نیز چنین بوده است و خود او نیز چنین بوده است. او میگوید قطره علم است اندر جان من، با رهانش از هوا و خاک تن. این قطره علم رو از هوا رها میکنه. هوا ممکنه بیاد یه قطره رو چکار کنه؟ سریع بخار کنه و از بین ببرد، یا خاک او رو به گلالود کند و او رو از هویت بیاندازد. میگه این خاک بدن، این بدن ضد علم است، ضد دانش است. این قطره وجودی که هست، این روحی رو که من به من داده ای و در بدن من به ودیعت نهاده ای، این رو به بدن من آلوده نکن، به خاک بدن من این روح رو آلوده نکن. این علم رو خالص بگذار و به سوی دریاهای علم خودت رو برد. ای مبدل کرده خاکی را بذار، ای خدایی که خاک را گوهر کردی. خب اینها همه سنگ بودن که خدا اینها رو به زر و الماس و زمرد و یاقوت و چیزهای دیگر تبدیل میکنن. خب میگوید این هم که این خاک من هم که هست، این رو هم تبدیل کن. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده گل بشر. میگه خدایا تو با یک خاکی آدم رو ساختی، با یک خاکی در حقیقت طلا و جواهرات رو ساختی. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما صحب است و نسیان. کار تو هست که تبدیل کنی اعیان رو و عطا و بخشش کنی. کار تو عطا کردن است و اعیان رو تبدیل میکنی. در مقابل آن کار ما صحب است و نسیان و خطا. کار ما صحب است، اشتباه است، نسیان فراموشی است و خطا کاری است. خب میگوید از ما اینها برمی آید، سهو و نسیان و خطا برمی آید، چون موجود خاکی هستیم،
به تن رجوع کرده ایم و کار تو هم عطا هست، بخشش هست و تقدید اعیان هست. راجع به اعیان هم اندکی سخن بگیم، امیدوارم که خسته نشده باشید. مباحث صرفا نظری و فلسفی است، شاید موجب ملال خاطر عزیزان شود. اعیان از عین میاد دیگه، مستثر هستیم. عین یعنی آنچه که به چشم دیده میشود، عین به معنای کالا. اعیان آنچه که در عرفان اسلامی مد نظر است، خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، اعیان یا اعیان ثابته در حقیقت صور علمیه حضرت ربوبی است، حضرت خداوند است. صور علمیه یعنی چه؟ یعنی خداوند علم به حقایق اشیا دارد، علم به همه چیز دارد، حتی علم به خود دارد. این علم یک صورتی میبایست پیدا کند. این صورت علمیه همان بهش میگن اعیان، عینها، آنهایی که دیده میشوند، آن چیزهایی که در ظهور می آیند و صورتهایی که ظهور عینی پیدا می کنند. پس می گویند اولین بار که خداوند خواست جهان رو بیافریند، خداوند ازلی بود و ابدی بود، خداوند ذات خداوند وجود داشت، اما اعیان ثابته هنوز وجود نداشتن. از نظر زمان که زمان اگر بخواهیم متصور شدیم، از زمان، از نظر وقت، اعیانی که بودند درجه تأخری دارند نسبت به ذات. یعنی صور علمیه خداوند وقتی به وجود آمد، ذات او بر صور علمیه مقدم بود، اما این صور علمیه خود مقدم بر هیولای اولا بوده است، که آن هم هیولای اولا هم همان چیزی که در فلسفه اولین چیزی که اولین هیئت متصور در عالم ممکنات است، که از طریق آنها اشیاء جهان به وجود آمده است. اول اعیان ثابته بود، یعنی صورت‌های علمیه خداوند بود، این صورت‌ها به وجود آمد، از این صورت‌ها، سایه‌های این صورت‌ها هیولای اولا بود. هیولا چیز، هیولا آن چیزی است که نامشخص است، نامعین است، عرض و طول و دقت درازا و ستبرا ندارد و چیز خاصی نیست و مقدمه است برای اعیان دیگر، مقدمه است برای وجودهای دیگر. موجب می‌شود که اشیاء، اولین اشیاء و اولین عناصر به وجود بیاید، و این عناصر هم به تبع خود با توجه به شرایط تکاملی خود پیش می روند تا اینکه این جهان با این شرایط پدید آمده است. این که فرمود تبدیل اعیان است، این است، یعنی اعیان ثابته که صور علمیه حضرت حق هست، این صورتها رو تو خود تبدیل کردی، از صورتی به صورت دیگر، از صورتی به صورت دیگر و همچنان پیش آمد. همه این جهان سایه هایی از آن هستند، یعنی اعیان ثابته که سایه ای از تجلی ذاتی الهی هست، خود هیولای اولا هم سایه ای از تجلی صور علمیه الهی هست، و اشیاء جهان که به وجود آمد، اینها هم سایه ای هستند از همون هیولای اولا، و همچنین اینها رو از نظر فلسفی در فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی مباحث زیادی آوردن که به همین طرف من بسنده می کنم. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. تو که می توانی خاک رو هم به زر و هم به انسان تبدیل کنی، سهو و نسیان را مبدل کن به علم. حال که چنین است، سهو ما، اشتباه ما و نسیان و فراموشی ما رو مبدل کن به علم. خودتو میتوانیم چونیم کنیم ندانستنهای ما رو، جهل ما رو به علم تبدیل کن. من همه جهلم، مرا ده صبر و علم. چون معمولا آدم جاهل صبور نیست و علم نداره. علم از صفات عالم است. کسی که جاهل است علم و بردباری و صبر نداره. به خاطر همین است که میبینید جاهلان
در مجامع بیشتر سخن میگویم، قبل از همه لب به سخن باز میکنم چون نماینگر جهلشان باشد. آنها که عالم ترند در جمع دیرتر سخن میگویند و یا سخن نمیگویند، به این خاطر که اینها دارای حلمند و به خود اجازه نمیدهند که سخن بگویند، چرا که صاحبان صبر و حلم همان عالمان هستند. ای که خاک شوره را ترمان کنی، ای خدایی که خاکی که شو هست او رو تبدیل نان میکنی، یعنی گندم، معمولا گندم ممکنه که از هر خاکی بروید و از خاک نسبتا شور هم گندم به بار میآید. ای که خاک شوره را ترمان کنی، تو همه خدایی هستی که خاک شور رو، خاک شور زار رو تبدیل به گندم و نان میکنی. وی که نان مرده را ترمان میکنی، بعد که این نان آمد، نان مرده هست که جسم نیست که و جان ندارد، بعدی وقتی که ما نان رو میخوریم زنده میمانیم، میگوید نان رو به جان تبدیل کردیم. خاک تیره رو، خاک شور شور رو و خاک شورزار رو تبدیل به نان کردیم و بعد نان مرده رو هم تبدیل به جان زنده کردیم. تو میتوانی مرده رو زنده کنی. چگونه مرده رو زنده میکنی؟ نان رو ما میخوریم و زنده میمانیم. دیده ای بخشای تا بینا شدیم، باز دعا میکنه، مدد میخواهد. دیده ای بخشای تا بینا شدیم، خب دوتا چشم داری، میگوید اگه منظورش این بود میگفت دیدگان دو دیده ببخش. نه، این چشم ها که دیده نیست، اون دیده چیز دیگریست که غالب انسان ها ندارن. دیده ای بخشای تا بینا شدیم، یعنی بصیر شدیم. دانش آموزیم تا دانا شدیم، به ما دانش آموز، دانش آموزیم یعنی دانش آموز من، خدایا تو ما دانش بیاموز تا دانا شدیم. کی شناسم مرد تو را الا به تو، جواب همه هایی که بالا گفتیم، ما که گفتیم خدا رو نمیشه شهود کرد، نمیشه فهم کرد، نمیشه درک کرد، نمیشه معلوم کرد، پس چگونه هست؟ میگوید که کی شناسم من تو را الا به تو، من هرگز نمیتوانم، چون تو نامتناهی هستی من متناهی هستم، من هرگز نمیتوانم تو را بشناسم مگر اینکه خود رو به من بشناسم، مگر اینکه خودت رو به من بنمایانی، وگرنه من کسی نیستم که بتوانم با این محدودیتم تو رو درک کنم. کی شناسم من تو را الا به تو، یعنی من نمیتوانم تو را بشناسم مگر به وسیله خودت، خودت میتوانی فقط مرا به خودت شناسا کنی. کی شناست وصف او را غیر او، غیر او، غیر خداوند، غیر حضرت او، چه کسی میتواند اوصاف او را بداند؟ هیچ کس نمیتواند. ای صفاتت آفتاب معرفت، صفتهای تو مانند آفتابهای معرفت هستن که بر ما نورافشانی میکنند، ولی ما چون خفاشان این آفتاب‌های معرفت رو درک نمی کنیم. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت، در حالی که آفتاب چرخ این آفتابی هست بند یک صفت توست. یک صفت تو چیست؟ نور است. الله نور و سماوات و الارض، میگوید یک صفت از تو در این آفتاب آمده است، اینقدر دلربایی می کند، اینقدر زیبایی دارد، یک صفت نور به این آفتاب داده ای، به این خورشید داده ای و اینقدر عظمت آفریده است. ببین که آن هزاران هزار و بی نهایت صفات تو در من بیاید چه می شود. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت، گاه خورشیدی گهی دریا شد، گاه کوه قاف و گه عنقا شدی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای تو بیش از بهمها و از بیش بیش، از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر. خب مولانا اینجا بحث تشبیه و تنزیل رو پیش میکشد، اواخر بحثمون هست انشاءالله. مولانا بحث تشبیه و تنزیل رو پیش میکشد، یعنی این که عرفا گفتن
ما خدا رو به چه چیزی تشبیه کنیم؟ مردم اومدن، عوام مردم اومدن گفتن خب شما میگی خدا هست، خب خدا یعنی چه؟ چه بنام؟ ما میخوانیم درکی از خدا داشته باشیم، میخوانیم بفهمیم. بنابراین اهل تشبیه آمدن و گفتن که خدا مانند خورشید است، چنانچه ضیاء خورشید و نور خورشید از خورشید جدا نمیشود، همچنان افعال و صفات الوهیت هم از ذات او جدا نمیشود. اگر میخواهی بدانی که خداوند مانند چیست، مانند خورشید است. اگر بخواهیم با ذهن بسیار محدود خود تشبیه کنیم، مانند خورشید است. شعاهای فراوانی که هست همان کسرات است و آن خورشیدی که هست همان وحدت خاص و وحدت کامل است. آن خورشیدی که هست و شعاع فراوان و ذرات بسیاری که از او به ما و به جهان میتراود و مشهور است که در هر ثانیه میلیون ها میلیون تن از جرم خورشید، میلیارد ها تن از جرم خورشید از بین میرود و در هر ثانیه میسوزد و تبدیل میشود و این جهان رو نورانی میکنند، جهان اطراف ما رو نورانی میکنند. در این شرایط گفتند آن ذره هایی که هست، آن ذره ها همان انسان ها، همان گیاهان و درختان و جهان و کیهان و کهکشان هست. مثال زدن وجود خداوند رو به وجود خورشید. مثال دیگری که زدن دریاست و عرفا دریا رو به عنوان مثال خوبی زدن برای بیان ارتباط خدا و خلق، همچنان که در مورد آن هم چنین است. اون ذرات از نور خورشید است و ما هم ذراتی هستیم، روحای ما از خورشید ازل و ابد ساطع شده است و در این جهان آمده است. دریا چیست؟ دریا متشکل از قطره هاست. ما همه قطره هایی هستیم که توسط گرما از دریا جدا میشویم، توسط یک سری فعل و انفعال از دریا جدا میشویم و میاییم و در این زمین میباییم و دوباره توسط رودخانه ها به همان دریا برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح های ما از خداوند جدا میشود، میآید اندکی در این جهان است و بعد از این تطور و تحولی که اتفاق میفتد دوباره به دریا برمیگردد و همه روح های ما هم دوباره به دریا برگشت خواهند. این هم مثال دیگری است. گاه کوه قاف و گه عنقا شدید. گاه گفت که گاه خورشیدی، گهی دریا شدید، گاه کوه قاف و گه عنقا شدید. کوه قاف هم که همه مستحضرید، قاف مرکز سیمرغ یا مرکز عنقا هست. قاف یک کوه افسانه است و البته یکی از مستشرقین به نام روسی میگوید که این قفقاز که هست و همسایه شمالی ما، او میگوید که در زبان یونانی قفقاز رو قاف قاز میگن و این قاف قاز هم میدونید قاز یعنی مرغ، در ترکی معنای مرغ هست. قاف قاف هم همونه، قاف قاف یعنی مرغ قاف یا همان سی مرغ که گفتن که این احتمالا همان قفقاز، این طرف ها بوده، از طرف های کوهای قفقاز بوده است که چون اون زمان دیر بوده و کسی اونا رو کشف نکرده بود، او رو به عنوان حالا محل افسانه‌ای حساب کرد. عنقا هم راجع به قاف خیلی بحث هست که در عرفان بسیار به این توجه کردن که موکول میکنیم به جلسات بعد. عنقا هم اصلش عنقا هست با همزه، از اونق میاید، اونق یعنی گردن. عنقا زن دراز گردن بود، میگن خانومی که گردنش مثلا دراز باشه اون رو بهش میگن عنقا و میگوین این عنقا و این سیمرغی که بوده است، این سیمرغ خود گردن درازی دارد و برای اون شرایطی حساب کردن. گفتن هر آنچه که در همه مرغان از زیبایی هست، در بال و پر او از همه این زیبایی ها هست. البته میدانیم که جز افسانه‌ای بیش نیست و قصه منطق‌الطیر عطار که همه حتما
خانده اید و کسان دوستانی که این رو مطالعه فرمودن توصیه میکنیم حتما و حتما و حتما این اعجاز حضرت عطار رو حتما ملاحظه بفرمایند و حتما بخوانند. این رو بسیار شگفت انگیز است، بسیار زیباست و آن سیمرغی که میرود به دنبال آن مرغ‌ها رو دعوت میکند و نهایتا میبینند که فقط سی تا از مرغ‌ها به قاف رسیدن و وقتی که آنجا میرسن میگن از سیمرغ خبری نیست، میگن سیمرغ کجاست؟ چون نگاه میکنن حتی میگن چون من نگاه کردن اینا خودشون سیمرغ بودند، اینها سیمرغ بودند که خودشان به دنبال یک افسانه رفتن ولی خودشان سیمرغ بودند. از این جهت است که میگن عرفا وقتی که اینها با هم دیگر جمع شوند و با هم دیگر این مسیر رو پیدا کنند وقتی به قاف رسیدند خود همان سیمرغ خواهند بود و همان بحث وحدت وجود خواهند بود و بحث این که قطره به دریا متصل می شود و جزء دریا می شود همان هاست. تو نه این باشی نه آن در ذات خویش، خدایا نه تو خورشیدی نه دریایی نه کوه قافی نه انقایی، در ذات خویش از همین ها مبرح و منزه است. سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه است از هر آنچه که او رو توصیف می کنند. ای تو بیش از وهمها و از بیش تو از وهمها، هر چقدر من گمان کنم که تو بزرگی تو از آن بزرگ هم بزرگتر هستی، هر چقدر من گمان برم که تو بزرگ هستی تو از آن بزرگ بزرگتر هم بزرگتری. از تو ای بی نقش با چندین صبر، هم مشبه هم موحد خیل سر. ای کسی که بی نقش هستی، نقشی نداری، صورتی نداری، با چندین صور در این حال که همه صورت ها از توست تو بی صورتی، همه نقش ها از توست اما تو بی نقشی، تو نقاشی هستی که همه نقش ها از آن توست اما خود نقشی نداری، هم مشبه هم کسی که تو رو تشبیه می کند به خورشید و دریا و قاف و انقا، هم مبهد هم کسی که تو رو به هیچ چیز تشبیه نمی کند و موحد است خیره سرند، یعنی سرشان خیره مانده است، حیران مانده اند، در حیرت اند و معنای حیرت رو هم که قبلا گفتیم همه اینها در حیرت اند و این حیرت است که در اینجا مسیر رو برای ما باز می کنند. خداوند انشاءالله همه ما رو از حیرت آوران و حیرت بران جمال روحی خویش قرار دهد. السلام علیکم و رحمت الله.